سلام و درود به تمامی همراهان لذت داستان من شهرزاد هستم و اینجا هر شب براتون یه افسانه میخونم امشب میخوام یه داستان متفاوت و جذاب رو براتون بخونم شاه عباس و وزیرش الله وردی خان شبها لباس درویشی میپوشیدن و به میان مردم میرفتند تا اگر کسی مشکلی داره اون رو حل کنند و از اتفاقات داخل شهر با خبر بشند روزی شاه عباس و الله وردی خان به سه خواهر برخورد می کنند. اگر می این داستان جذاب رو بشنوید فراموش نکنید که همین اول ویدئو رو لایک کنید و اگر من رو سابسکرایب ندارید حتما همراهیم کنید. تا هر شب شنونده یکی از زیباترین افسانه های ایران زمین باشیم. در فراموش نکن که نظرت رو راجع به این داستان حتما برام کامنت کن. بریم تا با همین داستان جذاب رو بشنویم. روزی شاه عباس با وزیر خود الله وردی خان لباس درویشی پوشیدند و به گشت و گذار پرداختند. همانطور که مدیه می خواندند به در خانه مهتری رسیدند. دیدن سه دختر زیبا کنار هم نشستند و مشغول گپ زدن هستند. شاه عباس به وزیرش گفت الله وردی بیا پنهان شویم ببینیم اینها چه میگویند. خواهر بزرگتر شروع به صحبت کرد اگر پسر وزیر به خواستگاریم بیاید تا آخر عمر هیچ قصه ای ندارم خواهر وسطی گفت ای کاش پسر وکیل به خواستگاری من می آمد. اگر با پسر وکیل ازدواج کنم دیگر در دنیا غمی ندارم نوبت به دختر کوچکتر رسید خواهر کوچک گفت در دنیا فقط یک آرزو دارم و آن این که شیر پاک خورده ای. حتی اگر پسر چوپان باشد، حتی اگر کچل و زشت باشد هم مهم نیست، اما مرا دوست داشته باشد، من همون را دوست داشته باشم. به خواستگاریم بیاید و با هم ازدواج کنیم، به مسافرت برویم، شاه عباس و وزیر و وکیلش هم بار و اساسمان را به دوش بکشند. درد و بلایم بخورد به سر شاه عباس و وزیر و وکیلش هیچ کدامشان شیر پاک خورده نیستند حال پادشاه حسابی گرفته شده بود وقتی از آنجا برگشتند شب را با ناراحتی به صبح رسانید به محض اینکه خورشید طلو کرد لباس قرمز پوشید و بر تخت سلطنت نشست فرمان داد به خانه آن مهتر بروند و سه دختر او را به دربار بیاورند. امر پادشاه را اطاعت کردند و سه دختر را نزد پادشاه آوردند. به امر پادشاه خواهر بزرگ را برای پسر وزیر و خواهر وسطی را برای پسر وکیل عقد کردند. آخر سر پادشاه با عصبانیت پاهایش را به زمین کوبید و جلاد را صدا کرد. جلاد بلا فاصله حاضر شد. پادشاه دختر کوچک را نشان داد و گفت سر این دختر را طوری از تنش جدا می کنی که یک قطر خونش به جایی نچکد. دختر خندید و گفت راستی که واقعا پست و حقیری. پادشاه گفت چطور جرأت می کنی؟ به پادشاه مملکت تهمت پستی و حقارت می زنی؟ دختر گفت برای اینکه دزدانه به حرفهای مردم گوش دادن کار آدم های پست و حقیر است پادشاه که از عصبانیت خونش به جوش آمده بود به جلاد دستور داد هرچه زود تر هر سر این دختر گستاخ را از بدن جدا کنید زبانش را هم ببرید دختر گفت خیلی ناجوان مردی پادشاه پرسید ناجوان مردی مرا از کجا فهمیدی؟ دختر گفت من یک جان بیشتر ندارم و آن را تسلیم می کنم. اما این کار تو به عنوان یک عمل ناجوان مردانه زبان زد خاص و عام خواهد شد. وزیرش الله وردی تعظیم کرد و گفت قبله عالم به سلامت باشد. اگر به دستور شما سر این دختر را از بدن جدا کنند مردم درباره شما حرفهایی خواهند زد که این دختر همان را گفت بهتر است از این کار چشم پوشی کنید پادشاه به توصیه وزیر خود عمل کرد و دختر را تبعید کرد دختر از شهر بیرون رفت راه دشت ها دریاها و تپه ها و بیابان ها را در پیش گرفت تا سرانجام از دور کچلی را دید به کچل نزدیک شد و به او گفت ای پسر تو کجا بودی؟ مدت ها بود که به دنبال تو می گشتم. کچل با شگفتی های دختر را برانداز کرد و گفت ای دختر زیبا تو مرا از کجا می شناسی؟ دختر گفت هفت سال است که هر شب تو را در خواب می بینم. از همان اولین بار که تو را در خواب دیدم عاشقت شدم. راستی من گرستم. چیزی برای خوردن داری؟ کچل گفت همین از سایه حاضر می کنم. کچل داستان ما به کچل تنبل معروف بود. از زور تنبلی برای تهیه غذا به خود زیاد زحمت نداد. بوزه لاغر و وامانده ای را که در همان نزدیکی بود گرفت و سرش را برید. گوشتش را خرد کرد و کباب کرد و با دختر خوردند دختر گفت خب غذایمان من را هم خوردیم حالا چه کار باید بکنیم؟ همینجا باید بمانیم؟ کچل گفت نه اینجا چرا؟ می رویم خانه؟ دختر گفت نه خوب نیست که من همراه تو بیایم تو اول برو به مادرت خبر بده بعد بیا مرا ببر پسر و مادر دختر را همراه خود به خانه آوردند. دختر دید کچل خیلی تنبل است. به کار و زندگی نمی پردازد. وقتی هم دنبال کاری می رود، آن را خوب انجام نمی دهد. هرچه طلا و جواهر و ثروت داشت به کچل داد و گفت این طلا و جواهرات را در بازار بفروش. با پولهای آن دو گاو نر بخر و بیاور. کچل جواهراتی را که دختر داده بود به بازار برد و فروخت با پولهایی که داشت دو گاو نر خرید برگشت دختر گفت این گاوها را به خیش میبندی و زمینهای آبا و اجدادی را شخ میزنی زمینها را هم بذرپاشی پاشی می کنی. دختر فوت و فن و راز و رمز کار را نیز به کچل آموخت کچل گاوها را به خیش بست در زمین های پدری مشغول کشاورزی شد. کچل با ناواردی یک طرف زمین را شخ میزد و میکاشت بعد طرف دیگر را. خلاصه خیلی از جاهای زمین شخم نزده و بعض نپاشیده ماند به همین شکل تا ظهر کار کرد. ناگهان گاواهن او به سنگ بزرگی گیر کرد. کچل به محض اینکه سنگ را برداشت دید زیر سنگ سوراخی پیدا شد خاکهای اطراف سوراخ را کنار زد دید زیرش پر از تلاست کچل دوباره سنگ را روی سوراخ گذاشت گاوها را هی کرد و به خانه برگشت غذایا را برای دختر تعریف کرد دختر مهتر گفت اگر بخواهی تمام طلاها را یک مرتبه به خانه بیاوری همه متوجه میشوند پس به حرفی که من میزنم با دقت گوش بده هر روز گاواهن را به آنجا میبری تا اصری شخ میزنی زمین را میکاری هنگام غروب یک خورجین از طلا پر میکنی و به خانه برمیگردی به همین ترتیب تمام طلاها را به خانه می آوری و هیچ کس هم متوجه نمی شود. بله، کچل هر روز گاواهن را به مزرعه می برد و تا غروب کار می کرد. هنگام غروب خورجینش را از طلا پر می کرد و به خانه بر می گشت. به همین طریق ده روز طول کشید تا طلاها را به خانه برد. دختر مهتر به کچل گفت کچل حالا برو یک بنای وارد و ماهر پیدا کن و او را به اینجا بیاور. کچل رفت و با یک بنای ماهر و کارازموده به خانه برگشت. دختر به بنا گفت استاد از تو میخواهم برایم امارتی چهل اتاقه بسازی. هر اتاق را با چهل رنگ زیبا و متنوع رنگامیزی کنی و در هر اتاق چهل شیع گوناگون قرار دهی این اتاق ها هر کدام دارای یک در باشد درها را باید طوری بسازی که نهایتا همه آنها به یک در امارت ختم بشود اتاق ها باید در هر دقیقه هزار رنگ جلوگر شود استاد بنا کار خود را در مکانی که برای ساختمان در نظر گرفته شده بود شروع کرد بعد از یک سال ساختمانی را که دختر خواسته بود آماده ساخت. دختر مزد بنا را دو برابر قراری که داشتن پرداخت کرد. همان موقع چهل کنیز استخدام کرد. کنیزکان را به رنگ اتاقها لباس پوشاندند به طوری که به هر اتاقی که وارد می شدی دخترها را از رنگ اتاق تشخیص نمی دادی. آوازه و شهرت این بنا در همه جا پیچید. مردمان از سرزمین های دور و نزدیک برای تماشای این بنای مشهور می آمدند. تعریف و تمجید این بنا به گوش شاهباس هم رسید. شاهباس به وزیر خود الله وردی گفت وزیر برخیز لباس درویشی بپوشیم و برویم ببینیم این چه ساختمانی است. که همه از آن تعریف و تمجید می کنند. شاه و وزیر با لباس درویشی به راه افتادند. منزل به منزل، طی منازل، رفتند و رفتند تا به نزدیک امارت خانوم رسیدند. بنا قد زیبا بود که شاه عباس دهانش باز ماند. شاه پرسید، وزیر، به راستی آیا این بنای زیبا و مجلل با دست بشر ساخته شده است؟ مگر چون این بنای زیبایی هم می تواند وجود داشته باشد. اگر بتوانم درونش را هم ببینم خیلی خوب خواهد شد. دختر که از روی ایوان قصر اطراف را نگاه می کرد به محض اینکه شاه عباس و الله وردی وزیر را دید آنها را شناخت. کنیزی را صدا زد و گفت دو تا درویش آمدند. برو ببین چه می خواهند. اگر میخواهند مهمان باشند آنها را به داخل بیاور کنیز نزد آنها آمد و به شاه عباس و الله وردی وزیر گفت آقایان با چه کسی کار دارید؟ شاه عباس گفت مهمان خداییم کنیز گفت بفرمایید در این خانه به روی مهمانان باز است شاه عباس به همراه الله وردی وزیر به داخل ساختمان رفتند کنیز آنها را به اتاق اول برد شاه وقتی وارد اتاق شد به دری که حرکت می کرد نگاه کرد و گفت الله وردی اینجا برای خودش دنیایی است صبر کن تا آخرش را ببینیم». برای آنها چای و میوه و شیرینی آوردند شاه زیر چشمی نگاه کرد دید کنیزها یکی یکی می آیند و می روند و حسابی از آنها پذیرایی می کنند. به وزیر گفت وزیر این چه احوالاتی است؟ من که پادشاه هم اینقدر کنیز ندارم. الله وردی وزیر گفت قبل یالم من نیز مانند شما شگفت زده هستم. پس از آن که مهمانان خوردند و آشامیدند کنیزی نزد آنها آمد و گفت آقایان دراویش لطفاً به اتاق دیگر تشریف ببرید شاه عباس به کنیز گفت خانم ما هنوز از تماشای این اتاق سیر نشده ایم در ضمن من اتاقی به غیر از اینجا که در آن نشسته ایم نمی بینم که به آنجا برویم کنیز گفت پس به دنبال من بیایید به همین طریق آنها را هر روز به اتاقی می بردند سرانجام روزی الله وردی وزیر گفت شاها میخواهی چه کار کنی؟ ما که نمیخواهیم برای همیشه اینجا بمانیم شاه گفت تا ما سر این بنا را کشف نکنیم و صاحب آن را نشناسیم از اینجا نخواهیم رفت تا آن هنگام سی و نه اتاق را دیده بودند که همه اتاقها مثل بهشت بودند هیچ پادشاهی چون این اتاقهایی را به خواب هم ندیده بود وقتی نهار تمام شد کنیزی داخل اتاق شد و گفت آقایان دراویش خانم فرمودند از شما بپرسم چه درخواستی دارید شاه عباس گفت به صاحب خانه بگویید میخواهیم او را ملاقات کنیم کنیز رفت و خواسته شاه را به عرض خانمش رساند دختر مهتر گفت برو به درویش ها بگو من الان میخواهم کمی در باغ گردش کنم مقداری وسایل خوراکی میخواهم به باغ ببرم چون مرد در خانه نیست اگر اشکالی ندارد اینها را بردارند تا با هم به گردش برویم پس از بازگشت با هم صحبت میکنیم کنیز برگشت و پیام دختر مهتر را به شاه عباس رساند شاه باز رو به الله وردی وزیر کرد و گفت کسی ما را نمیشناسد بیا وسایلش را حمل کنیم. شاید از راز این ساختمان و صاحب آن آگاه شویم. الله وردی وزیر گفت صاحب اختیارید قربان من حرفی ندارم برویم. شاه به کنیز گفت به خانم بگویید اشکالی ندارد. آن وسایل را برای ایشان به باغ خواهیم برد. دختر دو بسته بزرگ در پارچه پیچید و آماده کرده بود که اگر اقراق نباشد وزن هر کدام از آنها پنج من بود کنیزهای این بسته ها را تا دم در بردند دختر کنار بسته ها ایستاد و کنیزها پیش شاه و الله وردی وزیر رفتند و گفتند آقایان دراویش بفرمایید خانم دم در منتظر شماست شاه و الله وردی وزیر به درک رسیدند دو بسته بزرگ دیدند. کنیز ها یکی از بسته ها را پشت شاه و دیگری را بر پشت الله وردی وزیر گذاشتند. بعد از پیمودن مسافتی از راه شاه و وزیر عرق از سر و صورتشان سرازیر شد. دختر مخصوصاً آنها را از مسیری طولانی به باغ راهنمایی می کرد. آنها خسته با کوفته شده بودند چیزی نمانده بود که از پای درآیند خانم با کمک کنیزهایش در باغ مجلسی آراستند تا عصر خوردند و نوشیدند و خوشگذرانی کردند به هنگام غروب باز همه اشیاء و وسایلشان را جمع کردند و بستند و از درویشها خواستند که باز زحمت برگرداندن آنها به خانه را بپذیرند شاه و الله وردی نیز جز پذیرفتن چاره ای نداشتند. هندو هند کنان و هنکنان و عرقریزان ریزان وسایل را به خانه رساندند. شاه و الله وردی وزیر به اتاق سی و که اتاقشان بود رفتند و دختر به اتاق چهلم رفت. پس از مدتی استراحت دختر کنیزی را نزد آنها فرستاد و گفت برو به درویش ها بگو تشریف بیاوری. کنیز آمد و شاه و وزیر را به اتاق چهلم برد آنها نگاه کردند و چه دیده باشند خوب است تمام چیزهایی که در اینجا دیدند رویایی بود مانند چیزهایی بود که درباره بهشت شنیده بودند دختر بین گلهای نوش نشسته بود و در اطرافش در و گوهر و یاقوت می درخشید. دختر با لبهای خندان گفت شاه عباس الله وردی وزیر خیلی خوش آمدید شاه عباس سراسی ما برا شفته گفت اینجا نه شاه عباسی وجود دارد نه الله وردی وزیری شما سخت در اشتباه هستید دختر با خون سردی گفت اگر بخواهید ماهیت خودتان را پنهان کنید و حقیقت را نگویید یک کلمه هم با شما حرف نخواهم زد شاه عباس که میکوشید خون سردی خود را حفظ کند گفت حقیقت این است که ما از دراویش اصفهان هستیم دختر گفت بسیار خوب خوش آمدید می توانید تشریف ببرید شاه عباس فهمید که دختر واقعا آنها را می شناسد و جایی برای پنهانکاری و انکار واقعیت نمانده است پس به ناچار گفت دختر درست شناختی. حالا اسرارت را برای ما آشکار کن دختر گفت ای پادشاه اکنون شما بگویید با دخترهای مهتر چه کار کردید یکی از آنها میخواست همسر پسر وزیر بشود یکی از آنها میخواست همسر پسر وکیل بشود دختر کوچک هم میگفت میخواهد با یک شیر پاک خورده ازدواج کند و پادشاه و وزیر هم خدمتکارش باشند یادتان هست؟ شاه عباس گفت یکی را برای پسر وزیر دیگری را هم برای پسر وکیل عقد کردم دختر کوچک را هم تبعید کردم دختر گفت شاها، بدان و آگاه باش که من همان دختر کوچک هستم و به آرزویم رسیدم با شیر پاک خورده ازدواج کردم او مرا دوست دارد من هم او را دوست دارم شما هم مثل دو خدمتکار بارهای مرا به دوش کشیدید من شماها را وادار به این کار کردم تا درس عبرتی باشد و دیگر در خانه های مردم دزدانه به حرفهایشان گوش ندهید تا از اسرار آنها آگاه شوید شاه گفت خب دختر جان بگو ببینم چگونه صاحب این قصر با شکوه و, و جلال شدی؟ دختر دستور داد شوهرش را صدا زدند. او را به شاه و وزیر معرفی کرد و گفت نگاه کنید با زحمتهای من و همسرم این خانه و زندگی درست شده است. بنای زندگی بر پایه های کار و کوشش و تلاش و استوار است. الله وردی به شاه گفت قبل یالم خوب ما را بیابرو کردی. پس از سالها وزارت سرانجام کارمان به بیگاری و باربری کشید. شاه به خانم میزبان گفت، خواهش دارم آن این که درباره آمدن ما به اینجا با کسی چیزی نگویی. دختر گفت، خب اگر شما اینطور میخواهید گویم. شاه پرسید، قول میدهی؟ دختر پاسخ داد، من قول میدهم. اما شما هم باید قول بدهید که با صداقت و درستی با مردم رفتار کنید کسی را که در خانه و چهار دیواری خود راز دل خود را با اطرافیانش در میان میگذارد مجازات نکنید از گوش دادن پنهانی در خانه این و آن هم بپرهیزید شاه عباس و علاوه وزیر از دختر خانم خداحافظی کردند یکی راست به دربار برگشتند و تصمیم گرفتند دیگر پنهانی به خانه های مردم سرکشی نکنند عزیزان لذت داستان امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید افسانه که براتون خوندم از روایت های مردم آذربایجان بود روز روزگار بر شما خوش